حالا بگم سرمایه‌داری غربی چیکار میکنه؟ خب سرمایه‌داری معمولی. خب نمونهش کاناداست. من نشستم قانون تعارض منافع کانادا رو درآوردم. آقای مقصودی، قانون تعارض منافع کانادا 200 صفحه است، قانون تعارض منافع در ایران یک خطه، یک خطه. بذار ببینیم چی تصویب شده در کانادا. 1944 اومدن در کانادا یک قانون تصویب کردن به نام قانون تعارض منافع و پساشغلی. یعنی تو وقتی از پستم میری بیرون بذار ما کنترلت کنیم. خب پساشغلی یعنی چی؟ یعنی الان نخست وزیری، رئیس جمهوری، از این اومدی بیرون بذار ما کنترلت کنیم. یعنی نماینده مجلسی بلافاصله نرو تو وزارت نفت. آفرین، مستقیم نرو وزارت نفت پست بگیر. خب قانون اینه، میگه هر فرد قبل پست کلیه منافع، منافع خصوصی، حلقه هایی که عضوه، لابی هایی که عضوه، هدیه هایی که گرفته رو باید به دفتر تعارض منافع گزارش کنه. این یک. دو، هر وقت دفتر تعارض منافع هر چی غیر این در زمان مسئولیتش پیدا کرد مصادره است. یعنی من اگه اومدم گفتم آقا دو تا خونه دارم، من الان میخوام مثلا نماینده مجلس بشم، فرض کن دو تا خونه دارم، اظهار کردم، نوشتم دو تا خونه داره، اگه معلوم شد سه تا خونه دارم سومیش مصادره است، تمام شد. این یک. دو، هر چی در زمان مسئولیتم، حالا که رفتم مسئولیت گرفتم، هر چی در زمان مسئولیتم بالای 200 دلار 1945 بالای 200 دلار به من هدیه دادن مال دولت. ترجمه فرمایید؟ مال دولت. یعنی حالا شما فرض کن آقای تبری رو در نظر بگیر، آمده توی چیز، توی دادگاه میگه به من رفقام لواسون هدیه دادن. مرد حسابی. تو کانادا 200 دلار هدیه بگیری به بالا مصادرت میکنن، تو چجوری لواسون رو به هدیه دادن؟ میدونی چی میگم؟ دو، نظام شغلی اونقدر سیستماتیکه که شما اجازه استخدام هیچ فردی رو در هیچ جایی به اختیار خودت نداری. خب نکته جالبش اینه، استخدام، دقت کنید مردم، استخدام نزدیکان درجه یک وکلا، وزرا، همه مسئولین کشور در همه سازمان ها ممنوعه. یعنی شما رئیس صدا سیمایی، بچه‌هات حق ندارن برن در شهرداری پست بگیرن با اینکه رابطه با هم ندارن ها. نماینده مجلسی، فامیل درجه یک، حق ندارن برن تو دولت مسئولیت بگیرن، تو شهرداری مسئولیت بگیرن، تو قوه قضاییه مسئولیت، هیچ جا. نمیخوای مسئول نشو. ترجمه فرمایید؟ جالبه. حالا ما یه نماینده مجلسمون کل روستاشون استخدام کرده. یعنی فرض کن مال دالقزاباد سفلا بوده، کل روستاشون الان مدیر کلای اداره کشتیرانیان. ترجمه فرمایید؟ یعنی تک بستگان درجه یک هم نه، کل روستا رو با هم استخدام کرده، اونم استخدام نه، پست. این قانون تعارض منافعه یه خطی. خب کسانی که استفاده از شغل‌های دولتی میکنن طبق قانون تعارض منافع کانادا به مدت یک سال اجازه ورود به هیچ بخش خصوصی رو ندارن. یعنی شما الان نماینده شورای شهر تهران بودی، تا یک سال آینده اجازه ورود به هیچ ساخت و سازی تو مملکت نداری. درسته؟ من سوالم از شما اینه، این قوانین غیر اسلامیه؟ پس کیلا یکونه دولتم بین الاغنیا چیه؟ ها همین هاست دیگه، آقا یه کاری میکنن که فقط بین اغنیا پولا جا به جا شده دیگه. ها نگم؟ بگم. نگم به این دور بیم بگم. آها چشم، به این دور بیم. فکرم میگی نگو. نه آقا سرعیه من اینه. نکته بعدی طرف تو ایران نه تنها یک سال قبل بعد مسئولیت داره، که در زمانی که خودش وزیره تو اون حوزه بیمارستان داره، نه بعدش تا یک سال و فلان، اینا همون موقع که وزیره. بعد میگه من وزیر شدم ضرر کردم. خب هیچ اطلاعاتی، قانون بعدیشون، هیچ اطلاعاتی که در اختیار مردم نیست، شما حق نداری برای بیزنس خصوصیت وقتی مسئول دولتی بودی استفاده کنی. مثال اگر که آمدی میدونستی که آقا قراره اتوبان تهران شمال بکشن، خبر داشتی، او مردم خبر ندارن که قراره اتوبان تهران، شما حق نداری بری تو راه تهران شمال زمین بخری، چون این اطلاعات در اختیار مردم نیست. اگه به مردم اعلام شد که اتوبان تهران شمال داریم، اون وقت تو هم اجازه داری بس مردم بری خرید کنی، ولی اطلاعاتی که در اختیار مردم نیست تو حق نداری ازش استفاده اقتصادی بکنی. اگه میدونی بورس گرون میشه از قبل،
حق نداری 117 نفر بفرستی بورس همشو بگیرن. اگه میدونی، اگه میدونی قرار مسکن گرون بشه اونم به خاطر سیاست گذاری خودت، حق نداری که بری از مسکن استفاده بکنی. ترجمه فرمایید. هیچ کارمند دولت، هیچ کارمند دولت اجازه کار همزمان در بخش خصوصی ندارد. هیچ کارمند دولت، یعنی اگه شما اینجا هم پشت دوربین هم واسطه‌ای، کارمند دولتی حق نداری بعد از اون بری تو بخش خصوصی پشت دوربین بایستی. ها؟ بعد ممکنه تو بگی آقا من درآمدم نمیرسه. اتفاقا توی سرمایه‌داری غربی درآمد تو رو به حدی میرسونه که بتونی زندگی تو بکنی، نه اینکه سه جا کار کنی. ترجمه کنی؟ بعد اصلا مسئله اینه که تو خود این دولت میای سه تا شغل میگیری، چهار تا شغل میگیری، پنج تا شغل میگیری، شش تا شغل میگیری، 22 تا شرف شغل داره. اصلا قحطی انسانه تو دولت ما، انگار مثلا هیچ کس نداری، مثلا کلن یه عده اصلا بالا 70 سال فقط اینا بلدن مملکت اداره کنن. خب نکته بعدی قانون کانادا میگه بر لابیگری نظارت هست. شما حق نداری لابی شرکت اپلی پاش بیای بری تو مجلس کانادا لابی کنی، مگه اینکه کارت لابیگری داشته باشی، از قبلم اعلام کنی من لابیست شرکت اپلم، میخوام بیام با نماینده مجلس چی؟ کانادا لابی کنم. اگه از قبل اعلام نکردی رفتی پیش یک نماینده، اون نماینده اخراجه، اون نماینده اخراجه. خب دفتر تعارض منافع سه کار میکنه در قانون کانادا، در قانون 200 صفحه‌ای کانادا. یک، مطابقت اولیه. یعنی در مطابقت اولیه چه کار میکنه؟ میاد کل اموال شما رو چک میکنه با خانواده، با فک و فامیل. نتونی بیای پشت تریبون ریاست جمهوری بگی من 200 میلیون تومان پول دارم. ترجمه کنید. دفتر حفاظت، دفتر از یه استاد دانشگاه میخواد استخدام بشه، اموالشو قبلش میپرسن. استاد دانشگاه چیه؟ اموالشو میپرسن. مقالات قبلیش هم میپرسن کجا مقاله نوشتی که دوباره اظهار نکنه. ترجمه فرمایید. اون وقت بازیابی سالیانه میکنن، سالیانه میان اموال تو رو چک میکنن ببینن چقدر زیاد شده. اگر هرچی بدون قانون اضافه شد چیکار میکنن؟ مصادره میکنن. سه، پسا شغلی تا یک سال کنترلت میکنن، نه لابی کنی نه بخش خصوصی بری نه کاری میکنی. خب حالا سوال، چرا در غربی که سرمایه‌داری این کارو میکنن،